برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز زیبای پنجشنبه 29 مهر ماه است و مدارس همچنان باز نشده است. ماه مهر به پایان خودش رسید، 21 اکتبر، و چون پنجشنبه است میریم خدمت جناب آقای دکتر مصطفی دانش نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و تشکر کنم از همه مهرش به میهن و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش استفاده کنیم. آقا سلام میکنم به شما. سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن. ممنون از حضورت. آقا خیلی خبر هست. ما متاسفانه میدونم شما هم سرگرم کتابت هستی. یه قدی قبل از اینکه بریم سراغ مطالب، دلم میخواد از مطلب مهمتر شروع کنم و اون هیچ نیست الا کتاب شما. به کجا رسید؟ یه گزارشی اگه ممکنه بدین ما بشنویم. ترجمه کتاب در واقع به اتمام رسیده، ولی کتاب باید ویرایش بشه و ادیت بشه، و ادیت شدن کتاب و ویرایش کتاب کار در واقع متخصصینه، و من امیدوارم که مترجم کتاب بتونه ویرایش اول انجام بده، اول ادیت بکنه و به زودی کتاب در اختیار شخصی قرار بگیره، یک آمریکایی که به زبان انگلیسی کاملا مسلط باشه که بتونه این کتاب رو ادیت بکنه. در این مرحله هستیم و امید من اینه که تا یک ماه دیگه یا تا دو ماه دیگه این کتاب ادیت کامل بشه و بره زیر چاپ. ولی خوشبختانه باید به این مطلب اشاره بکنم که اساتید بزرگ دانشگاه‌های آمریکا، یعنی پروفسورهای آمریکایی، نه پروفسورهای ایرانی در دانشگاه آمریکا، این کتاب رو مطالعه کردند، ترجمه این کتاب رو مطالعه کردند، بسیار استقبال کردند. من از شخصی نام ببرم به نام پروفسور گورتوف. پروفسور گورتوف شخصیتی است که در زمان جنگ سرد و در زمان جنگ ویتنام مشاور کاخ سفید بوده در زمان نیکسون و جانسون، و این ترجمه انگلیسی کتاب خونده و بسیار استقبال کرده و مطلبی نوشته که این مطلب در روی جلد کتاب به چاپ خواهد رسید. و همچنین شخصیت های دیگری مانند آقای آدم هوخشیلد که آمریکایی‌ها بهش میگن هوخچایلد. واقعیت اینه که این آلمانی اصله و تلفظ اسم اون به نام هوخشیلده، ولی این شخصیت بسیار بزرگی است که کتاب‌های زیادی نوشته و اون هم استقبال کرده از این کتاب و چندین شخصیت دیگر. امیدوارم که به زودی موفق بشم و این کتاب به زبان انگلیسی نه تنها ادیتش تمام بشه بلکه زیر چاپ بره. در این رابطه واقعا اگه دوستانی که میتونن به طریق به این کتاب کمک بکنن، میتونن ناشری معرفی بکنن، ناشر آمریکایی معرفی بکنن، یا اطلاعاتی در این مورد دارن و کمک‌های دیگه میتونن بکنن، میتونن به من تماس بگیرن، با شما تماس بگیرن آقای بهبهانی، و آنطوری که مایلن به این کتاب کمک بکنن. حتما ما هم درخواست میکنیم از دوستان که حتما همتی مضاعف بکنن و از دوستانشون بخوان تو این زمینه یاری بسن. این کتاب بسیار بسیار با ارزشی است به نظر من، و همه باید این کتاب رو داشته باشن توی کتابخونه شون. هدیه کنید به دوستانتون و به حال این کار رو یه جوری
کمک کنیم همه دست در دست هم نهیم به مهر و این کار جلو ببریم. اجازه بده که بپرسیم از آقای دانش که من یه سوالی برام مطرحه و اون اینه که اینها، یعنی بحث افغانستان مهمترین موضوع به نظر من و امروز زنا در کابل دوباره تظاهرات کردن و طالبان و نیروهاشون ریختن و اولا خبرنگارا رو کتک زدن، کسانی که داشتن از این مراسم گزارش تهیه میکردن کتکشون زدن، به هم زدن مراسمو و امروز وزیر خارجه، وزیر اداره اطلاعات و امنیت پاکستان هر دو به افغانستان به کابل رفتن، با نخست وزیر و هیئت وزرا دیدار کردن. تو این هفته هم شاهد بودیم که کنفرانس رو روسا در مسکو ترتیب دادن بدون حضور آمریکایی‌ها، با کشورهای منطقه ایران و خودش و اینها. چی میگذره واقعا؟ روسا چه دستی با پاکستانی ها دارن تا این داستان؟ ما میدونیم پاکستان سنتاً تاریخاً از زمان پیدایشش تا کنون همیشه زیر حمایت آمریکایی ها بوده، ولی حالا میبینیم که روسا تو این داستان حضور دارن. این اتحاد افغان پاکستان روسا رو نمیفهمم. اگه ممکنه شما توضیح بدیم ببینیم که این چه نفع مشترکی است که این دوتا رو به همدیگه نزدیک کرده. بفرمایید. ببینید آقای بهبهانی، در واقع موقعی که ما در رابطه با افغانستان صحبت میکنیم باید بگیم که اتفاقی که در افغانستان افتاده به نظر من بزرگترین تحولی است که نه تنها در منطقه خاورمیانه افتاده بلکه در جهان. یعنی باید به بعد این اتفاق و این که طالبان دوباره قدرت رو در افغانستان به دست گرفتن، به بعد این اتفاق باید پی برد و متاسفانه کمتر کسی به این مطلب اشاره میکنه که در خاورمیانه اتفاقی افتاده که تمام خاورمیانه و کشورهای همسایه افغانستان میتونن به اون آلوده بشن. چین از یک طرف در شمال افغانستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه از طرف دیگر، جمهوری اسلامی و همچنین پاکستان و مضاف بر این هندوستان. یعنی اتفاقی که در خاورمیانه افتاده و اتفاقی که در جهان افتاده و با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و توجه آنها به پاسیفیک و چین، این باعث این شده که در دنیا یک تحول عظیمی به زودی به وجود بیاد. و شما اشاره به این میکنید که چه منافع مشترکی را چین، روسیه، پاکستان و حتی ایران در این رابطه با هم دارند و چرا موضوع افغانستان تا این اندازه اهمیت پیدا کرده. باید به چند مطلب اساسی اشاره بشه در این مورد. ما میدونیم که طالبان پدیده پاکستان بودند، در این مورد شک و تردیدی وجود نداره، ولی اینکه پاکستان و دولت پاکستان و ارتش پاکستان و سازمان امنیت پاکستان ISI اینا انکار بکنه. و حتی در زمانی که دولت طالبان در کابل بعد از ورود طالبان به کابل در 15 اوت به وجود آمد، این رئیس سازمان امنیت نظامی پاکستان بود، حمید فیض بود که به کابل رفت و تونست حکومت طالبان رو در کابل مستقر بکنه. یعنی بدون اون نیروهای مختلف در داخل طالبان به جون هم افتاده بودند و قادر نبودند دولتی را تشکیل بدن. این یک واقعیتی است که باید بهش اشاره بکنیم. بنابراین پدیده طالبان پدیده پاکستانی است، در این مورد شک و تردیدی وجود نداره و من مدت‌های طولانی در این رابطه در برنامه‌های میهن اشاره به این مطلب کردم و امروز نمی‌خوام دوباره این مطلب را بشکافم. ولی واقعیت ها اینی که امروز در داخل افغانستان بحران، نه تنها بحران داخلی و بحران طالبان با مردم افغانستان درگرفته. شما به مطلب اشاره کردید که امروز دوباره زنان به تظاهرات پرداختند. باید به این مطلب و واقعیت اشاره بکنیم
که در 20 سال گذشته زنها نقش مهمی را در این جامعه بازی کردند. چه ما خوب چه ما این مطلب را در واقع دقیقاً بهش اشاره بکنیم یا نکنیم، واقعیت اینه که زنها به ویژه در شهرهای بزرگ افغانستان، کابل، هرات، شمال افغانستان، مزار شریف، قندهار و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان با تساوی حقوق زن روبرو بودند. در پارلمان افغانستان 69 زن به عنوان نماینده پارلمان شرکت میکرد و خب در مدت 20 سال زنها امتیازات زیادی رو در این جامعه داشتند، در جامعه مدنی افغانستان که نمیتونن به سادگی از دست بدن و هر روز تظاهرات بزرگی را در این یا اون شهر یا در کابل انجام میدن برای حقوق زنان. طبیعتاً دولت امارات اسلامی طالبان خواهان شریعت اسلامی است و خواهان تساوی حقوق زنان نیست و شما به درستی اشاره کردید که در سرکوب تظاهرات زنان امروز دوباره طالبان و نیروهای ویژه طالبان در کابل نقش اساسی را داشتند. ولی آنچه که مربوط به کشورهای همسایه میشه باید به چند مطلب اشاره بکنم و شما اشاره کردید به کنفرانس دیروز مسکو که طالبان در اونجا شرکت داشتن، حضور داشتن و کشورهای مانند هندوستان، ایران، آسیای میانه، چین و روسیه نقش مهمی را بازی کردند. گرچه آمریکا در این کنفرانس شرکت نکرد، ولی واقعیت ها اینه که همکنون ما میدونیم که در افغانستان نیروهای اسلامی ازبکستان، نیروهای اسلامی تاجیکستان در مرزهای افغانستان و این کشورها قرار دارند و باعث ناامنی مرزها شدند. چند روز پیش پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرد که همکنون بیش از چند هزار نیروی داعش و نیروهای اسلامگرای تاجیکستان و ازبکستان در داخل افغانستان، در شمال افغانستان، در مرزهای تاجیکستان و ازبکستان دارن خرابکاری میکنن. آنچه که برای روسیه اهمیت اساسی داره در واقع اینه که این نیروها نتونن در داخل افغانستان بر علیه کشورهای مانند تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، کشورهای آسیای میانه، وارد عمل بشن، برای اینکه به زودی میتونن از این کشورها در واقع نفوذ بکنن به فدراسیون روسیه، به چچن و قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی و اون مناطق هم با شورش و آشوب روبرو بکنن. و روسیه اینو میدونه، روسیه میدونه که در واقع در خود اروپا و در کشورهای همسایه خودش با محاصره ناتو روبروست و روسیه میدونه که ممکنه افغانستان باعث این بشه که تمام توجه روسیه از کشورهای ناتو در هم مرز خودش در اروپا معطوف بشه به آسیای میانه و روسیه مجبور بشه در آسیای میانه، در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بر علیه طالبان و نیروهای اسلامگرای کشورهای مختلف در اونجا بجنگه و در واقع توجهش معطوف بشه به آسیای میانه. همچنین ما دقیقاً اطلاع داریم که در ماه‌های گذشته طالبان به نیروهای مختلف کشورهای همسایه مانند ازبکستان و تاجیکستان و حتی به ایغورهای چچن در شمال شرق افغانستان در بدخشان هشدار داده که اونا اجازه ندارن باعث آشوب در مرزهای افغانستان و چین باشن و این چیزی که چین از طالبان میخواد. چین خواهان اینه که حکومت طالبان تثبیت بشه، چین بتونه سیاست خودش رو در افغانستان به پیش ببره، به ویژه سیاست اقتصادی خودش رو به پیش ببره و چین از طالبان خواسته که اجازه ندن در مرزهای چین و افغانستان ایغورهای مسلمان در اونجا باعث آشوب در این مرزها بشن و طالبان اینو پذیرفتن و اطلاعی دقیق وجود داره که طالبان به اونها اخطار دادن که نباید چنین کاری بکنن ولی ایغورهای چینی اینا نپذیرفتن و حتی در مرزهای بین افغانستان و تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان هم نیروهای اسلامگراهای این کشورها که در داخل افغانستان فعال هستن اینا نپذیرفتن. در کنار این نیروها داعش قرار داره
و پوتین به این اشاره کرد چند مدت پیش که بیش از 2000 تا 3000 نیروی داعش در مرزهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه جابجا شدند و باعث آشوب و ناامنی در این منطقه میشن. یعنی در واقع کنفرانسی که در مسکو تشکیل شد به این دلیل بود که بتونن طالبان رو مجاب بکنن که جلوی این نیروهای خطرناک اسلامگرا به آسیای میانه و چین رو بگیرن. گرچه طالبان با اونها مذاکره کردند ولی نه ایغورهای چین اینو پذیرفتن و نیروهای اسلامی تاجیکستان و نه نیروهای اسلامی ازبکستان چنین چیزی رو تا به حال پذیرفتن. پس بنابراین دست به آشوب خواهند زد و آسیای میانه رو با ناآرامی روبرو خواهند کرد. این در واقع محتوای اصلی بحثی بوده در مسکو دیروز. یعنی آنچه که مسکو هم مطرح میکنه و خواهان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان به نظر من در درجه دو و سه قرار داره. آنچه را که مسکو، چین، روسیه و آسیای میانه و کشورهای ایران در مسکو خواستند و هندوستان خواسته و پاکستان مجبور در این رابطه همکاری بکنه، در واقع این بوده که از افغانستان خطری برای کشورهای همسایه به وجود نیاد. ما میدونیم همکنون لشکرهای اسلامگرای پاکستانی هم در افغانستان فعال هستند. به طور مثال لشکر طیبه در افغانستان فعاله. این و باعث آشوب در مناطق قبیله‌ای شمال غرب پاکستان میشه و پاکستان هم علاقه ای نداره که اینها در داخل پاکستان در مناطق قبیله‌ای پشتونها در شمال غرب پاکستان باعث آشوب بشن. این وجه مشترکیست برای تمام کشورهای منطقه که در واقع بتونن طالبان رو مجبور بکنن که در داخل افغانستان به نیروهای اسلامگرای خارجی اجازه ندن باعث آشوب بر علیه کشورهای همسایه بشن. و خب چندین بار من به این مطلب اشاره کردم، طالبان در واقع پشتونهای بسیار ناسیونالیست و تندرو هستن که میخوان حکومت خودشون رو در داخل افغانستان تثبیت بکنن. علاقه ای ندارند که مانند گذشته یک بار دیگر القاعده و نیروهای اسلامگرای خارجی مانند لشکر طیبه یا در واقع بلوچهای ایرانی در مرزهای پاکستان و ایران یا همونطوری که گفتم در شمال شرق و شمال افغانستان این نیروها باعث ناثباتی افغانستان و باعث اختلافات شدید بین همسایگان و طالبان باشه و یک بار دیگه جنگ دیگری در این کشور در بگیره و این بار همسایگان با اون آلوده باشن. این در واقع محتوای اصلی بحث دیروز مسکو بوده و این خواست این کشورهاست از طالبان. آقا بسیار ممنون و متشکرم از شما، یه توضیح خوبی بود. به حال یواش یواش باز میشه درها. اما اگه خاطرت باشه من همیشه پرسیدم که این ماجرای هانیمون ماه عسل طالبان تهران کی به پایان میرسه. ما الان فردا که جمعه باشد باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه در دو جمعه گذشته در دو مسجد شیعیان در دو نقطه مختلف بمبگذاری شد، شیعیان کشته شدن، جمهوری اسلامی هم هیچ حرکتی نکرده. چی میبینی این حرکت ها رو چجوری میبینی؟ آیا قصد است که ایران رو وارد جنگ بکنن؟ چیه ماجراش؟ ببینید چند واقعیت اینجا وجود داره که باید بهش اشاره بکنیم. در واقع آن چیزی که در افغانستان در قندوز دو هفته پیش اتفاق افتاد و باعث کشته شدن بیش از 150 از شیعیان افغانستان در شمال افغانستان شد و آن چیزی که در قندهار هفته پیش اتفاق افتاد و بیش از 50 نفر کشته و صدها نفر در مسجد شیعیان زخمی شدن، باید به این واقعیت اشاره بکنیم که تمام کوشش نیروهای داعش و نیروهای تندروی داخل طالبان اینه که پای ایران رو به افغانستان بکشن، با ایران آلوده جنگی در افغانستان بکنن. خب شکی در این مورد وجود نداره که حزب وحدت اسلامی یعنی حزب شیعیان افغانستان پدیده ایست که در ایران به وجود آمد. تمام سران شیعیان در ایران در زمان خمینی بودند و در ایران فعال بودند.
و این سپاه پاسداران ایران و سپاه قدس بود که تونست از 8 گروه مختلف شیعیان در داخل ایران حزب وحدت اسلامی شیعیان افغانستان رو به وجود بیاره، که این حزب وحدت اسلامی بعد از سقوط نجیب الله در سال 1992 نقش اساسی رو بازی میکرد و حتی در ائتلاف آقای ربانی که رئیس جمهور کشور شده بود نقش داشت، یعنی شیعیان در این کشور نقش داشتند. و بعد از ورود نیروهای نظامی آمریکا و ناتو همیشه توجه داشتیم که معاونان رئیس جمهور این کشور یعنی افغانستان آقای کرزای آقای خلیلی بود، یعنی رئیس حزب وحدت اسلامی شیعیان افغانستان، و بعداً محمد محقق شد رئیس حزب وحدت اسلامی شیعیان افغانستان که در زمان اشرف غنی در دو دوره، در یک دوره معاون او بود و در دوره بعد معاون عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان بود. پس شیعیان نقش اساسی رو بازی میکردن و شیعیان در واقع حزب وحدت اسلامی پدیده جمهوری اسلامی بوده و در ایران این پدیده به وجود آمد، یعنی در زمان جهاد افغانستان، در زمان نجیب الله و در جنگ، در واقع در جهاد، در جنگ بین نیروهای دولتی و نیروهای شوروی از یک طرف و مجاهدین، شیعیان افغانستان نقش اساسی رو داشتن و نفوذ بسیار زیادی پیدا کردن، تبدیل به یک حزب بزرگ در داخل افغانستان شدن و تبدیل به یک قدرت بزرگ نظامی شدن. امروز شیعیان این قدرت از دست دادن و تنها متکی تکیه‌گاه اونها در واقع دوباره جمهوری اسلامی است. و با اتفاقاتی که در دو هفته گذشته افتاده و اینکه طالبان تعداد زیادی از ساکنین شیعیان رو در مناطق مختلف افغانستان از مناطق خودشون خارج کردن و این مناطق رو بین طالبان تقسیم کردن، در واقع منتظر اون نیروهای بسیار رادیکال داخل طالبان و داعش منتظر این هستن که پای ایران رو به این جنگ بکشونن، ولی تا به حال ما میدونیم که ایران چنین کاری رو نکرده. و آقای خرازی هم چند مدت پیش اعلام کرد، خرازی یکی از مشاورین نزدیک آقای خامنه ایست، چند روز پیش اعلام کرد که ما عملکرد طالبان رو باید در نظر بگیریم، نه آن چیزی که طالبان و نیروهای رادیکال در افغانستان انجام میدن یا داعش انجام میده یا نیروهای طالبان بین سالهای 1996 و 2001 انجام دادن. یعنی در واقع خرازی داره اشاره میکنه که طالبان به ما قول دادن از داخل افغانستان خطری برای مرزهای ایران به وجود نیاد و ما میدونیم که این روزها صدها هزار مهاجر داره به طرف ایران حرکت میکنه و حتی میدونیم که در واقع یکی از شخصیت‌های شهرداری تهران که رئیس فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهرانه خواسته که دیگه مهاجرین زیادتری به تهران وارد نشن. او میگه که در حدود 1,200,000 مهاجر افغانی در تهران، در استان تهران زندگی میکنن و در واقع اشباح شده تهران از مهاجرین افغانی و 1,200,000 اضافه تر از اون در استان تهران به طور غیرقانونی زندگی میکنن. یعنی فقط در استان تهران طبق گفته معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 2,400,000 نفر افغانی همکنون زندگی میکنن و این خطر بزرگی است برای جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، برای اینکه همکنون صدها هزار نفر به طرف ایران در حرکتن و گفته میشه دهها هزار نفر وارد ایران شدن. در بین آنها میتونن افراد بسیار رادیکال طالبان قرار گرفته باشن و حتی نیروهای داعشی باشن که باعث آشوب در شهرهای ایران، در مشهد و دیگر شهرها بشن. و در واقع ایران داره به طالبان اخطار میکنه که باید مرزهای افغانستان به طرف ایران مطمئن باشن، حفظ بشن تا نیروهای رادیکال وارد ایران نشن. و آقای خرازی چنین مطرح میکنه که باید روابط تجاری بین ایران و افغانستان مانند
گذشته انجام بشه. ما میدونیم در زمان تحریم های آمریکا ایران نفت به افغانستان میفروخت، میتونست نفت خودش بفروشه. ایران یکی از کشورهایی است که در تجارت افغانستان نقش اساسی رو بازی میکنه، صادرات بزرگی به افغانستان داشته، نفوذ زیادی در استانهای بزرگ افغانستان مانند هرات و بلخ در شمال افغانستان داشته و حتی در کابل. و ایران خواهان اینه که بتونه از یک طرف اجازه نده که نیروهای اسلامگرا از داخل افغانستان وارد ایران بشن و از طرف دیگه این بازاری رو که در زمان تحریم‌ها در افغانستان داشته اینو بتونه حفظ بکنه و در اونجا نفوذ خودش رو ادامه بده. ولی ایران قادر نیست به پشتیبانی از شیعیان افغانستان امروز آلوده به جنگی یا به مشکلی آلوده بشه که برای ایران میتونه خطرناک بشه. و تا به حال ما در هیچ گزارشی از ایران در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته نشنیدیم که ایران از نیروهای حزب وحدت اسلامی و شیعیان افغانستان حمایت بکنه. گرچه ایران آن چیزی که در کندوز در مسجد شیعیان اتفاق افتاد اونو محکوم کرده و حتی همچنین انفجار مسجد قندهار را محکوم کرده، ولی در پشتیبانی از بزرگترین نیروهای شیعه افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان، گزارشی ما از ایران نداریم که از حزب وحدت اسلامی حمایت کرده باشه، زیرا طالبان اینا در واقع مداخله ایران در امور داخلی خودشون میدونن و باعث مشکلات زیادی برای جمهوری اسلامی در افغانستان خواهند شد. من سوال اولم رو دوباره یه بار دیگه اینگونه از شما میپرسم که پاکستان سنتاً تاریخاً همواره تحت حمایت آمریکایی‌ها بوده، ارتشش، سازمان امنیتش، ساختار اداریش، هر جوری که نگاه بکنین تحت حمایت آمریکایی‌ها بوده و با اشاره آمریکایی‌ها عربستان سعودی در اونجا خرج زیادی رو متحمل شدن در همون دوره اشغال. ولی اینکه پاکستان امروز چرخش کرده این رو هنوز متوجه نشدم. این چرخشش رو علت شما چی می‌بینی که در حقیقت یه جوری قیام علیه آمریکاست؟ این رو چجور تعریف می‌کنی؟ ببینید آقای بهوانی، شما به یک مطلب اساسی دارین اشاره میکنیم، به یک موضوعی که در واقع باید بگیم که دوران جنگ سرد کاملا خاتمه یافته و آن چیزی که ضیاءالحق در جنگ سرد مطرح میکرد و اینکه شوروی به طرف آسیای غرب آسیا و به طرف جنوب آسیا داره پیشروی میکنه و از طریق افغانستان داره چنین پیشروی رو میکنه، در واقع امروز دیگه واقعیت زمان جدید ما نیست. یعنی در واقع جنگ سرد به اتمام رسیده و خطر کمونیسم دیگه در این منطقه وجود نداره. اگه دقت کرده باشید در هفته های گذشته حتی عربستان سعودی مواضع خودش رو تغییر داده. عربستان سعودی کشوری بود که در جنگ سرد در کنار نیروهای جهادیست عرب و جهادیست افغانستان قرار داشت و حتی عربستان سعودی کشوری بود که با میلیاردها حمایت از طالبان، با میلیاردها دلار حمایت از طالبان، سومین کشوری بود که طالبان و حکومت طالبان رو در افغانستان به رسمیت شناخت. و خود من چندین بار شاهد این بودم که ترکی الفیصل، شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس استخبارات پاکستان بین سالهای 1977 تا 2001 در مدت 24 سال در جنگ سرد ده ها بار به افغانستان آمد و به کمک طالبان شتاف، کمک‌های مالی زیادی به طالبان کرد و حتی به شمال افغانستان آمد و کمک مالی زیادی به رهبر آن زمان شمال افغانستان جنرال دوستم کرد و از او خواست که در واقع ائتلافی را با طالبان در کابل به وجود بیاره و وزیر دفاع طالبان در کابل بشه که جنرال دوستم اینا نپذیرفت. در واقع امروز شما مشاهده میکنید که در هفته های گذشته حتی عربستان سعودی حکومت طالبان را خطری برای خودش میدونه، برای عربستان سعودی حتی میدونه. چرا؟ جنگ سرد به اتمام رسیده، دیگه خطر
در واقع کمونیسم بر علیه عربستان سعودی هم وجود نداره و امروز عربستان سعودی خطر رو از طرف نیروهای بسیار رادیکال اسلامی و سلفی ها و حتی نیروهای مانند القاعده در عراق در عربستان میبینه. این خطریست که حتی عربستان سعودی امروز میبینه و چنین مطرح میکنه که طالبان میتونن خطری برای عربستان سعودی هم به وجود بیارن. این واقعیت است که باید به شهر بکنیم. و در رابطه با پاکستان هم همینه. پاکستان احساس خطر از جانب کشورهای روسیه و چین دیگه نداره. امروز در واقع پاکستان بزرگترین حامی چینه و چین در واقع بزرگترین حامی پاکستانه. قراردادهای بیش از 70-80 میلیارد دلاری برای زیرساختهای پاکستان بین چین و چین و پاکستان امضا شدن. بزرگترین زیرساختارهای نظامی پاکستان امروز چین داره انجام میده. بزرگترین بنادر پاکستان امروز چین داره مدرن میکنه و بندر گوادر در نزدیکی های در واقع در اقیانوس هند در واقع امروز در اختیار چین قرار گرفته و از طریق این بندر گوادر داره چین یک راهی میزنه به بندر چابهار ایران و در واقع چین نقش اساسی رو امروز چین نقش اساسی رو در پاکستان بازی میکنه و قراردادهای بزرگ اقتصادی و قراردادهای بزرگ نظامی با پاکستان بسته. فراموش نکنید که زمانی در جنگ سرد پاکستان هم پیمان آمریکا بود، اونم به خاطر خطر کمونیسم. و ضیاءالحق موقعی که وارد کاخ سفید میشد و به سراغ آقای ریگان رئیس جمهور آن زمان آمریکا میرفت، چنین مطرح میکرد که در واقع این پاکستان میتونه جلوی خطر کمونیسم به سوی آسیای غرب آسیا و جنوب آسیا بگیره و به طرف کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بگیره و چنین مطرح میکرد که این اسلام سیاسی است که میتونه چنین نقشی رو بازی بکنه. به خاطر همین در جنگ سرد پاکستان از اسلام سیاسی و تمام نیروهای اسلامگرا بر علیه شوروی در افغانستان استفاده کرد و در سقوط شوروی نقش اساسی رو بازی کرد. در کنار پاکستان عربستان سعودی و سازمان‌های امنیتی غربی قرار داشتند. اینا واقعیتایی است که باید اشاره بکنیم و امروز دیگه پاکستان اون نقش سابق نداره. امروز منافع پاکستان با چین با هم ادغام شده. میلیاردها و ده ها میلیارد دلار پول چینی است که باعث شکوفایی اقتصادی در پاکستان میشه. در طول چندین ده سال گذشته در جنگ سرد آمریکا فقط به ارتش پاکستان حمایت کمک مالی میکرد، حمایت مالی میکرد، ولی در زیر ساخت های این کشور و در زیر ساخت اقتصادی و صنعتی پاکستان هیچ گونه سرمایه گذاری آمریکا نکرد. به امروز چین داره بیش از 80-90 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه در کشوری که مردمش، نیمی از مردمش، مردم 200 میلیونیش با یک دلار در روز زندگی میکنن. پس بنابراین طبیعتاً تمایل چین امروز به سوی پاکستان به سوی چینه و در حمایت از چینه و میبینیم که چین از پاکستان حمایت میکنه، ولی خواستهای چین اینه که در داخل افغانستان خطری برای چین به وجود نیاد و همچنین روسیه چنین خواستی را از پاکستان داره و نقش پاکستان امروز اینه که بتونه با اثرگذاری بر طالبان چنین نقشی رو بازی بکنه که باعث تخریب روابط پاکستان با چین و باعث تخریب روابط پاکستان با روسیه هم نشه. امروز منافع پاکستان در این نیست که بر علیه منافع روسیه در آسیای میانه بر علیه روسیه اقدامی بشه. پاکستان افغانستان رو به عنوان پلی به آسیای میانه میخواد که بتونه تجارت خودش رو از طریق افغانستان به آسیای میانه ادامه بده و در این رابطه روسیه هم نقش مهمی را در این تجارت پاکستان با آسیای میانه بازی میکنه. پس بنابراین نقش پاکستان در دوران کنونی کاملا تغییر کرده و پاکستان امروز متمایل به چین و روسیه و کشورهای حتی متمایل به جمهوری اسلامی است که خطری هم برای جمهوری اسلامی به وجود نیاد. آن چیزی که ما در رابطه با آذربایجان دیدیم و
و اینکه نیروهای نظامی آذربایجان و نیروهای نظامی پاکستان در آذربایجان در کنار نیروهای ترکیه و نیروهای آذربایجان آمدن مانور نظامی دیدن، این به خاطر جمهوری اسلامی نبود، به خاطر نقش هندوستان و نقش بندر چابهار برای دور زدن هندوستان از پاکستان بود. یعنی در پاکستان در واقع منافعش این نیست که هندوستان بتونه پاکستان رو دور بزنه و از طریق بندر چابهار کانالی بزنه به افغانستان و کانالی بزنه به آسیای میانه، و در واقع اون نقشی رو که پاکستان در مانور نظامی آذربایجان و ترکیه چند هفته پیش بازی کرد به خاطر جمهوری اسلامی و برای جمهوری اسلامی نبود. کما اینکه ما میدونیم در روزهای گذشته سردار باقری وارد پاکستان شد و به همین زودی ها مانور مشترک دریایی ایران و پاکستان انجام میشه. پس بنابراین یک بار دیگه اشاره بکنم، نقش پاکستان در منطقه کاملا تغییر کرده و نقش پاکستان در افغانستان هم این نیست که بتونه توطئه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی مانند جنگ سرد انجام بده یا مانند زمان شاه در جنگ سرد چنین توطئه‌ای را انجام بده. آقا بسیار من خیلی هم خوب، بریم سراغ اون طرف، بریم به عراق و نگاه کنیم وضعیت آشفته رو در عراق و ببینیم که شرایط انتخابات و اینکه هنوز اینا تو خیابونن میگه رأی من چی شد. چی می‌بینی شرایط عراق رو؟ وضعیت جمهوری اسلامی در عراق ظاهرا ضعیف است، اوضاع رو چگونه تحلیل می‌کنی شو؟ ببینید، اول آن چیزی که مهمه در واقع انتخابات عراق در هفته گذشته بود. خب ما میدونیم که در این انتخابات نیروهایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن مانند لشکر البدر هادی آمری و نیروهای دیگری که در این جبهه جمهوری اسلامی قرار دارن در انتخابات عراق چندان پیشرفتی نداشتند و تعداد زیادی از نمایندگان یا کرسی‌های پارلمانی را از دست دادن و این آقای مقتدی الصدر که نمایندگان زیادی در اختیار خودش داره، یعنی تونست در انتخابات اولین حزب مهم عراق بشه. ولی باید به چند مطلب دیگه اشاره بکنیم و مهمه. در واقع خود سیستم سیاسی عراق باعث آشوب و باعث جنگ بین اقوام مختلف و ملیت‌های مختلف در داخل و فرقه‌های مختلف در داخل عراق شده. یعنی اینکه شما نظام سیاسی رو که موقعی که بهش توجه بکنید الگویی است از نظام سیاسی لبنان، و این نظام سیاسی لبنان می‌بینیم چه فساد عظیمی را در لبنان به وجود آورده و این الگو را انتخاب کردن برای عراق که نخست وزیر عراق همیشه یک آدم شیعه است، یعنی اکثریت مطلق مردم عراق، و رئیس پارلمان یک آدم سنی است و رئیس جمهور یک شخصیت کرده. یعنی در واقع این تقسیم قدرت در داخل عراق هم باعث فساد عظیمی در داخل عراق شده و این که در پارلمان امروز شخصیت مانند مقتدی الصدر اکثریت مطلق رو به دست آورده، باید از طرف دیگه به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع خود مقتدی الصدر پدیده جمهوری اسلامی بوده. مقتدی الصدر کسی بود که در زمانی که نیروهای آمریکا عراق رو در اشغال خودشون داشتن، بزرگترین لشکر ضد آمریکا رو در مناطق شیعه نشین و به ویژه در شهر الصدر بغداد به نام لشکر المهدی به وجود آورده بود و بر علیه نیروهای آمریکایی با حمایت جمهوری اسلامی می‌جنگید. خود من در شهرک الصدر در سال 2002-2003 شاهد بودم که چگونه نیروهای لشکر المهدی که در کنار این نیروها تمام لشکرهای شیعان عراق قرار داشتند، مانند لشکر البد که از ایران به عراق منتقل شده بود و نیروهای دیگه و حتی سپاه پاسداران در داخل این نیروها فعال بودند، در شهر الصدر نقش اساسی رو بر علیه آمریکا بازی می‌کردند و با رهبری شخص مقتدی الصدر چنین نقشی رو بازی می‌کردند و
تمام دستورات خودش رو مقتدا الفرد از جمهوری اسلامی میگیره. همین پدیده و همین در واقع اتفاقات رو من در شهر نجف میدیدم در سال 2003 و در سال 2004 در سفرهایی که به عراق داشتم. یعنی در داخل این شهرهای شیعه نشین نیروهای شیعه ایران و پدیده های ایرانی مانند لشکر البد و نیروهای لشکر المهدی بودن که نقش اساسی رو بازی میکردن. بعدها اختلاف بین در واقع خود نیروهای مختلف شیعه در داخل بغداد و در عراق به وجود آمد، بین المالکی که بعدها شد نخست وزیر عراق و در مقابلش مقتدی الصدر قرار گرفته بود که خواهان این بود که در حکومت نقش اساسی رو بازی بکنه، و به دستور المالکی در شهر بصره تعداد زیادی از نیروهای مقتدی الصدر یعنی لشکر مهدی مقتدی الصدر به قتل رسیدن. و اون اختلاف شدیدی بود که بین المالکی و مقتدی الصدر که هر دو مهره های جمهوری اسلامی بودند و در قم نفوذ داشتند به وجود آمده بود. و این منو این داستان و این تاریخ رو به خاطر این مطرح میکنم که یک بار دیگه اشاره بکنم با آمدن مقتدی الصدر و اینکه اکثریت نمایندگان پارلمان امروز در کنار مقتدی، اکثریت که نیستن، در واقع 78 نماینده پارلمان در حزب مقتدی الصدر هستند، در حدود 250-60 کرسی پارلمان در اختیار مقتدی الصدر نیست. این واقعیتی است و باید به این مطلب اشاره بکنیم که مقتدی الصدر در داخل ائتلاف جدیدی که بخواد به وجود بیاره محتاج به نیروهای دیگر شیعیان عراق و باید در ائتلافی که انجام میده از نیروهای دیگر شیعیان عراق استفاده بکنه برای دولتی که اگه بخواد به وجود بیاره، ائتلافی که اگه بخواد به وجود بیاره. پس بنابراین هنوز نقش جمهوری اسلامی در عراق نقش بزرگی است، گرچه این نقش کم رنگ‌تر شده، ولی ما میدونیم که نیروهای شیعه عراق و نیروهایی که در کنار جمهوری اسلامی قرار دارن امروز هم مطرح میکنن که حتی انتخابات رو به رسمیت نمیشناسن و چنین مطرح میکنن که در انتخابات انقلاب، در انتخابات در واقع تقلب شده و خواهان اینن که مقتدی الصدر کمی عقب نشینی بکنه و اگرم ائتلافی به وجود میاره نیروهای دیگر شیعه در این ائتلاف نقش اساسی رو بازی بکنن. در واقع اون سیستم سیاسی عراق باعث این بحران عظیم در عراق و تا زمانی که این سیستم سیاسی از بین نره و سیستم نوینی جایگزین اون نشه، من معتقدم که نیروهای شیعه دیگر هم در این بحران نقش اساسی خواهند داشت و مردم عراق این نظام و این سیستم رو نمیپذیرند و امروز هم به خیابون ها میرن و چنین مطرح میکنن که رأی ما کجاست و تقلبی در آرا شده. چرا؟ برای اینکه در این زمانهای گذشته بعد از خروج آمریکا از عراق اوضاع اقتصادی و اوضاع سیاسی این کشور بهتر نشده، مردم در مشکل بزرگ معیشتی قرار دارن، بیکاری در عراق سرسام‌آور، بیکاری بسیار بسیار بالاده و جوانان هیچ آینده‌ای در این کشور ندارن، گرچه در واقع عراق قادر روزانه 5 میلیون بشکه تولید نفت بکنه و در حدود 4 میلیون بشکه را صادر میکنه. همکنون قیمت بشکه نفت عراق در روز 85 دلار در روز، ولی خب هر بشکه‌ای 85 دلار، یعنی میلیاردها دلار عراق از فروش نفت آیدی داره، ولی میدونیم که بخش بزرگی از این پولهای نفت عراق در دست گروه‌های مختلف شیعیان عراق در نجف، در بصره و دیگر مناطق که در واقع به غارت میره و مردم عراق سهمی از این پولهای عظیم نفتی در داخل عراق ندارن و این خود باعث آشوب‌های آینده در عراق خواهد شد. بسیارم ممنون. بریم یه پله اونورته، بریم لبنان رو نگاه کنیم، ببینیم که لبنان بلازده، این بیروت، این عروس شهرهای خاورمیانه امروز چه وضعیتی داره؟ اوضاع رو در اونجا چگونه میبینی؟ اوضاع لبنان که فکر میکنم نه تنها از عراق اوضاعش بد داره، بلکه از جمهوری اسلامی هم در رابطه اوضاع اقتصادی وضعش به مراتب بدتره. باید به این مطلب اشاره بکنم که 90%
پول لبنان سقوط کرده، یعنی ارزش خودش از دست داده. و امروز شما موقعی که در شهر بیروت این عروس جهان یا عروس خاورمیانه نگاهی میکنید، میبینید صفهای طولانی چندین ده کیلومتری پشت پمپ‌های بنزین این شهر قرار دارد. یعنی در واقع مواد سوخت در لبنان وجود نداره، کمیابه و بنزین وارد لبنان نمیشه. طبیعتاً موقعی که بنزین وارد لبنان نشه، طبیعتاً مواد غذایی و دارویی بسیار گران میشه و هماکنون بیش از 60 تا 70 درصد مردم لبنان و به ویژه قشرهای متوسط این کشور در فقر مطلق قرار گرفتن. یعنی واقعا نمیدونن نون شبشون رو از کجا به دست بیارن. این واقعیت های امروز لبنانه. تا جایی که میدونیم آقای عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به لبنان سفر میکنه، دو هفته پیش به لبنان سفر کرد، بعد از سفرش به مسکو به لبنان رفت و چنین ادعا کرد که لبنان احتیاج به مواد سوخت داره و ایران حاضر این مواد سوخت را تامین بکنه و حتی ادعا کرد که ایران در مدت یک سال و نیم دو نیروگاه عظیم برق برای لبنان بسازه و بندر بیروت رو بازسازی بکنه. شما توجه بکنید بندر بیروت بزرگترین بندر لبنان و در واقع 70 تا 80 درصد واردات لبنان از طریق بندر بیروت بوده و تمام این واردات امروز در بندر بیروت وارد به بندر بیروت وارد نمیشه و مشکلات عظیم معیشتی برای مردم لبنان به وجود آمده، مشکلات غذایی دارویی و نبود سوخت به این مشکلات افزوده و این واقعیت هاییست که امروز ما در لبنان میبینیم. گرچه ما میدونیم چند روز پیش دولت آمریکا اعلام کرد که در حدود 70 تا 80 میلیون دلار به دولت لبنان کمک مالی خواهد کرد، ولی تمام این کمک ها در واقع هیچ مشکلی را از مردم لبنان برطرف نمی کنه و تا زمانی که لبنان بنزین نداره و نفت نداره و کشورهای بزرگ جهان مانند فرانسه که چنین ادعا می کردن ما به کمک لبنان خواهیم شتافت و لبنان رو دوباره بازسازی خواهیم کرد، اینا مکرون اگه یادتون باشه در سفرش، در چندین سفرش به لبنان در سال گذشته چنین ادعا کرد که باید فساد در لبنان از بین بره و ما کمک های ده ها و صد ها میلیارد دلاری به لبنان انجام خواهیم داد. و خب ما میدونیم که نظام سیاسی لبنان خودش فساد به وجود میاره و حتی دولت میقاتی که امروز قدرت رو در دست گرفته قادر نیست در مدت کوتاهی این فساد رو از بین ببره و قادر نیست معیشت مردم رو سر و سامانی بده، قادر نیست مواد سوخت وارد این کشور بکنه و قادر نیست مواد غذایی کافی، آذوقه و دارو وارد این کشور بکنه. و کشورهای غربی و در رأس اون آمریکا گرچه ادعا میکنن 70 80 میلیون دلار به این کشور کمک خواهند کرد، ولی تمام این کمک ها قطره‌ای بر سنگ صخره سوزانی بیش نیست که به مجرد دیگه این قطره به این صخره سوزان اصابت میکنه، در واقع این قطره بخار میشه و از بین میره. این شرایطی است که امروز ما در لبنان میبینیم و متاسفانه هیچ گونه اقدامی برای شکوفایی و از بین بردن بحران لبنان مشاهده نمیشه، تا جایی که لبنانی ها امروز دارن مهاجرین سوریه را از کشور خارج میکنن. صدها هزار مهاجرینی که در جنگ سوریه به لبنان وارد شدن دارن امروز به زور از لبنان اخراج میشن به داخل سوریه و ما میدونیم که این مهاجرین موقعی که وارد سوریه میشن زیر شکنجه های مخوف قرار خواهند گرفت و در واقع افراد زیادی از مهاجرین سوریه که از لبنان وارد سوریه میشن به خطر جدی میفته. ولی در این رابطه هم کشورهای غرب و در رأسش آمریکا و ناتو هیچ اقدام مثبتی که بتونه شرایط لبنان رو تغییر بده نکردن و چنین چیزی مشاهده نمیشه. خیلی خوب، حالا که اینا رو نگاه کردیم یه نگاهی هم به سوریه بندازیم و ببینیم که همچنان سوریه و وضعیت بشار اسد و اینکه
در شرف تغییر قانون اساسی هستند، مخالفین همچنان ناراضی هستند. شرایط سوریه رو چجوری تعریف میکنی؟ خب شرایط سوریه مثل سابق بحرانی است، گرچه بشار اسد تونسته به جز استان ادلیب در شمال غرب این کشور رو در اختیار بگیره، تمام مناطق دیگه در اختیار و کنترل دولت مرکزی بشار اسد و استان ادلیب مرکز و پایگاه نیروهای شورشی است، از جبهه النصرت یا بگیم که جبهه تحریر الشام، امروز اسمش رو گذاشته تحریر الشام و نام خودش رو عوض کرده، ولی در واقع همون القاعده سابق جبهه النصرت که در شمال غرب سوریه در استان ادلیب تمرکز داره و در اونجا تسلط داره. و ما می‌دونیم در این منطقه در شمال غرب ادلیب نیروهای ترکیه قرار دارند و نیروهای ترکیه از شورشیان بر علیه دولت مرکزی دولت بشار اسد حمایت میکنند و سالهای گذشته جنگهای شدیدی حتی بین دولت مرکزی و نیروهای شورشی در استان ادلیب و حتی در این جنگها روسیه هم شرکت میکرد، ولی در سال گذشته ترکیه و روسیه موفق شدن آتش بسی را اجرا بکنن و تا امروز این آتش بس برقراره، گرچه در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته حملات دولت بشار اسد و ارتش بشار اسد بر علیه نیروهای شورشی افزایش یافته. یکی از دلایلش اینه که هفته گذشته در دمشق یک اتوبوس نظامی منفجر شد و بیش از 14 افسر و سرباز دولت بشار اسد، ارتش بشار اسد به قتل رسیدند و در دیشب و در روزهای گذشته حملات شدیدی را دولت بشار اسد و نیروهای هوایی دولت بشار اسد به منطقه ادلیب کردند و عده زیادی بیگناه در این حملات نظامی و بمب افکن‌های دولت بشار اسد به قتل رسیدند. از طرف دیگر می‌دونیم که هنوز بحران در مرزهای سوریه و عراق و اردن ادامه داره پیدا میکنه. در روز چهارشنبه، شب چهارشنبه، روز سه‌شنبه، در شب چهارشنبه این هفته حملات بهباتی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در جنوب سوریه انجام شد. در منطقه تنف چنین حملاتی انجام شد و دو پهپاد نیروهای شورشی، معلوم نیست که آیا این از عراق بوده یا از داخل سوریه، چنین حملاتی به پایگاه آمریکایی انجام گرفته، گرچه آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که این حملات توسط نیروهای داخل عراق که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند انجام گرفته، ولی خوب خوشبختانه در این حملات به حملات قربانی‌های شخصی و یا نیروهای آمریکایی و ارتش آمریکا تلفاتی نداشته. اینکه چه تلفاتی بین نیروهای کرد سوریه به وجود آمده تا به حال مشخص نیست، ولی آمریکا اعلام کرده که به مجردی که بدونن چه کسانی و چه گروه‌هایی چنین حملاتی را کردن، به مواضع اونها حمله خواهند کرد و اونها را در هم خواهند پاشید. این اتفاقاتی است که در جنوب سوریه افتاده، ولی خب ما می‌دونیم که هنوز 900 نیروی آمریکا در سوریه، در جنوب سوریه مستقر هستند، ولی آنچه که مشاهده میشه در داخل عراق هر روز حملات بهباتی به مواضع آمریکا در داخل عراق انجام میشه، ولی در داخل سوریه کمتر چنین حملاتی به پایگاه‌های آمریکا انجام شده و این اولین حرکتی است، اولین حمله ای است که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده. باید ببینیم که نقش آمریکا و حملات آمریکا چه خواهد بود، گرچه آمریکا اعلام کرده بود که به زودی نیروهای خودش را از سوریه هم خارج خواهد کرد و از عراق هم خارج خواهد کرد، ولی باید دید با حمله اخیری که به مواضع آمریکا در سوریه شده، آیا آمریکا نیروهاش را 900 سربازی که در سوریه داره خارج خواهد کرد و یا ادامه خواهد داد. آنچه که شما در رابطه با تدوین قانون اساسی جدید مطرح کردید، به نظر من این چیز جدیدی نیست. مدت طولانی است که در ژنو نیروهای شورشی و مخالفین بشار اسد با دولت بشار اسد درباره قانون اساسی جدید سوریه با هم مذاکره می‌کنند، به نتیجه مثبتی نرسیدند و امروز هم من مشکل می‌بینم
که با حمایت ترکیه از نیروهای شورشی و حمایت آمریکا از نیروهای شورشی بتونن بین نیروهای شورشی و نیروهای دولتی در ژنو باعث این بشن که قانون اساسی جدیدی تدوین بشه و مشکلات سوریه برطرف بشه و انتخابات جدید در سوریه انجام بگیره. این هم این وضعیه. بریم حالا سراغ ماجرای ما و مملکت اسرائیل. این حرفایی که در تهران زدن که امروز در بروکسل دیدار خواهد شد، نمیدونم ما آمریکایی‌ها رو کنار گذاشتیم با اروپایی‌ها میریم و حرف میزنیم و اینها، ظاهرا هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد و اروپایی‌ها گفتن اصلا همچی قراری ما نداریم، اصلا هم چیزی رو قرار مداری گذاشته نشده. امروز آقای مالی که در حقیقت نماینده است در این ماجراها رو دنبال میکنه در سفر است به عربستان و این بودجه 1.5 میلیارد دلاری که اسرائیلیا در مورد همین مسئله دفاع و دنبال کردن مسائل اتمی ایران در نظر گرفتن، چی میبینی این اوضاع رو؟ ما به سمت جنگ داریم پیش میریم با اسرائیل، اوضاع رو چجوری نگاه میکنی شما؟ بفرمایید تا بشنم. آقای بهبانی، اگه در این مورد بخوایم جوابی بدیم، در واقع بسیار بسیار وقت زیادی میخوایم که به مسائل بپردازیم. شما سوال بسیار مهمی رو میکنید و خوب ما میدونیم که اسرائیل در هفته های گذشته و در روزهای گذشته نه تنها اعلام کرده که 1.5 میلیارد دلار در واقع بودجه جدید برای ارتش تعیین کرده که بتونه حمله نظامی به ایران بکنه و تأسیسات اتمی ایران رو تخریب بکنه. آقای کوخاوی، آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در چند هفته پیش هم اعلام کرد که ما گزینه‌های نظامی داریم و به ایران حمله خواهیم کرد. در روزهای گذشته هم رهبران اسرائیل اینا همیشه مطرح کردند و حتی رئیس ارکان نظامی اسرائیل آقای تامین، جنرال تامین که دوره خدمتش به اتمام رسیده، در نشستی که با آقای کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در دو هفته پیش داشت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال سقوطه. و جالبتر از اینه که آقای تامین مطرح کرد، جنرال تامین مطرح کرد که ما باید در سقوط نظام جمهوری اسلامی با فعالیت‌ها و عملیات خودمون کوشا باشیم. یعنی در واقع خواهان این شد که اسرائیل با دخالت نظامی باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی بشه. یعنی موقعی که ایشون مطرح میکنه که ما باید با اقدامات خودمون در سقوط نظام کوشا باشیم و اقدامات در این جهت باشه، یعنی در واقع ما باید فکر این باشیم که در حملات نظامی جمهوری اسلامی باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی هم بشیم. و جالبتر از اینه که در همون نشست آقای آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مطرح کرد که ما در تمام کشورهای همسایه ایران امکانات وسیع امنیتی و نظامی داریم و به ایران اجازه نمیدیم که در این مناطق در واقع پایگاه‌های خودش رو به وجود بیاره و جای پایی برای خودش به وجود بیاره. این آقای کوخاوی مطرح میکنه. خب طبیعتاً موقعی که این صحبت‌ها رو آقای کوخاوی و سیاستمداران آمریکا مطرح میکنند و مطرح میکنند برای حمله نظامی 1.5 میلیارد دلار در نظر گرفتند و آقای کوخاوی مطرح میکنه که ما در تمام همسایگی ایران امکانات عظیم اطلاعاتی، امنیتی، نظامی وجود آوردیم، باید به این مطلب اشاره بکنیم که در ماهای گذشته و سالهای گذشته اسرائیل پایگاه نظامی در آذربایجان خریداری کرده. یعنی این سندی است که امروز به دست همه در دسترس همه قرار داره. یعنی در واقع یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آذربایجان در اختیار اسرائیل و اسرائیل
بمب‌افکان های F-35 وارد آذربایجان کرده. نه تنها در واقع تأسیسات عظیم جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی در آذربایجان داره، بلکه پایگاه نظامی داره و پایگاه بهباتی داره. و ما میدونیم که در سال گذشته در جنگ قره‌باغ پهپادهای اسرائیل در کنار پهپادهای ترکیه نقش اساسی رو بازی کردن در پیروزی آذربایجان در این جنگ، و اسرائیل چنین نقشی رو بازی کرده و پهپادهای اسرائیل هم اکنون در آذربایجان مستقر هستند. و حتی گفته میشه و حتی رهبران ایران و سپاه پاسداران اعتراف کردن که پهپادهایی که در آسمانهای ایران به پرواز در میان پهپادهای اسرائیلی از داخل آذربایجان هستند. و حتی سپاه پاسداران مطرح کرد که یکی از این پهپادها را هم سرنگون کرده. در واقع با آنچه که من گفتم و آنچه که آقای کوخاوی، جنرال کوخاوی خودش مطرح میکنه و آنچه که در واقع رئیس ارکان نظامی ارتش اسرائیل مطرح میکنه که باید ما نظام جمهوری اسلامی را ساقط بکنیم، تمام این صحبت ها در این جهته که در آذربایجان اسرائیل نقش اساسی رو بازی میکنه. آذربایجان دومین خریدار، در واقع بزرگترین خریدار تسهیلات نظامی اسرائیل بعد از هندوستان. یعنی اسرائیل بزرگترین تسهیلات خودش رو با آذربایجان میفروشه و اسرائیل بیش از 40% نیاز نفتی خودش رو از آذربایجان تأمین میکنه. اینا واقعیت هایش که باید بهش اشاره بکنم. و موقعی که شما از جنگ صحبت میکنید، سوال در اینجا، سوال اساسی، حالا با این تشریحی که من کردم، سوال اساسی در اینجاست که آیا اسرائیل به تنهایی و بدون حمایت آمریکا به جنگی با ایران آلوده خواهد شد یا نه؟ من امروز میخوام در این مورد، اگه اجازه بدید آقای بهوانی، یه صحبتی داشته باشم. یعنی در واقع باید به چند مطلب اشاره بکنیم. من به این مطلب اشاره کردم که آمریکا، در بحث‌های گذشته به این مطلب اشاره کردم که آمریکا خواهان جنگ دیگری در خاورمیانه نیست. اگه اوضاع امروز یمن رو در نظر بگیریم که آمریکا، که عربستان سعودی در این جنگ 6 ساله فرسایشی، 7 ساله فرسایشی پیروزی نظامی نداشته، گرچه در یمن بیش از 200,000 نفر کشته شدن و هم اکنون 400,000 کودکان یمنی تا آخر امسال در خطر مرگ جدی قرار دارن، برای که آذوقه ندارن، مواد غذایی ندارن و دارو ندارن، ولی در واقع با ده‌ها و شاید بیش از 100-200 میلیارد دلار هزینه نظامی، عربستان سعودی پیروزی نظامی در یمن نداشته. گرچه در روزهای گذشته عربستان اعلام کرد که با بمباران موازه یمنی ها حوثی ها در یمن 100 نفر از حوثی ها رو به قتل رسونده، اینو مطرح کردن. ولی واقعیت اینه که در افغانستان هم همیشه آمریکا و نیروهای ائتلاف ناتو مطرح میکردن ما 10,000 طالبان رو به قتل رسوندیم، همه رو نابود کردیم و دیگه پیروزی نظامی را طالبان نخواهند داشت. اینا در سال 2007 حتی تونی بلر مطرح کرد، گفت ما در افغانستان به قدری زیادی از طالبان رو به قدر رسوندیم که طالبان دیگه قدرت این رو ندارن که به دوباره بلند بشن و برای ما مبارزه بکنن. در سال 2007، یعنی 14 سال قبل از خروج نیروهای ناتو، انگلستان و آمریکا از افغانستان و پیروزی طالبان. امروز هم عربستان سعودی چنین چیزی را مطرح میکنه، ولی واقعیت اینه که پیروزی نظامی نداشته. آن چیزی که درباره افغانستان دیدیم، در واقع ناتو و آمریکا با شکست نظامی روبرو شد و از افغانستان خارج شد. آن چیزی رو که ما امروز در عراق میبینیم اینه که حتی دولت آقای جو بایدن با دولت مصطفی الکاظمی قرارداد نظامی می‌بندن که دیگه نیروهای رزمی آمریکا در عراق فعالیت نداشته باشن، فقط نقش مشاور داشته باشن و به زودی از عراق خارج بشن. در واقع این شرایط منطقه است و ما میبینیم که آقای بایدن اعلام میکنه که توجه آمریکا به سوی پاسیفیک، دشمن اصلی یعنی چین و روسیه خواهد بود. اینا مسائلی است که باید بهش اشاره بکنیم. و امروز آمریکا خواهان جنگ دیگری در منطقه نیست. سوالی که من قبلا مطرح کردم اینه که آیا آقای کوخاوی و سیاستمداران
اسرائیل، آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل، به تنهایی چنین جنگی را با ایران شروع خواهند کرد. بگذاریم از تمام جنگ روانی که وجود داره، هم جمهوری اسلامی چنین جنگ روانی را به راه انداخته و هم اسرائیل چنین جنگ روانی عظیمی را در واقع ادامه میده. از این بگذاریم، ولی به واقعیت های اشاره بکنیم که من امروز میخوام به چند واقعیت اشاره بکنم. اول اینکه آمریکا خواهان جنگی نیست و اینکه جنرال کنت مکنزی رئیس سازمان سنتکوم، یعنی فرمانده کل نیروهای آمریکا در خاورمیانه و در آفریقا، آقای جنرال مکنزی در چند ماه پیش اشاره کرد که ورود اسرائیل با جنگی با جمهوری اسلامی الزاماً به معنای این نیست که آمریکا وارد جنگ بشه. یعنی در واقع سومین شخص پرنفوذ پنتاگون اینو مطرح کرده، بعد از آقای آستین وزیر دفاع آمریکا و جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا. در واقع اینا آقای مکنزی، جنرال مکنزی میگه که ما لزوماً وارد جنگی نمیشیم. یعنی در واقع باید به مطلب جاره بکنیم آمریکا جنگی رو با ایران نمیخواد شروع بکنه. پس مسئله توافق اتمی مطرح است. اینه که چه مشکلاتی دارن میتونیم در رابطه با توافق اتمی هم به این مشکلات اشاره بکنیم. ولی واقعیت اینه که آمریکا با تمام قوا و تمام کوششش اینه که به توافق اتمی برسه و اجازه نده ایران به بمب اتمی دستیابی پیدا کنه. مطلب دیگری که مطرح اینه که در واقع اسرائیل بعد استراتژیک نداره. ایران یک کشور پهناوره. و از جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی صحبت نمی کنم، از ایران صحبت می کنم که ایران کشوری که در حدود 1,650,000 کیلومتر مربع در واقع مساحت ایرانه و طبیعتاً تمام تشکیلات و تأسیسات اتمی ایران در کشور پراکنده شده و بخش بزرگی از این تأسیسات اتمی در عمق 90 متری 100 متری کوههای عظیمی قرار دارند که اسلحه های کلاسیک آمریکا و حتی تجهیزات کلاسیک و تجهیزات کلاسیک اسرائیل هم نمیتونن این تأسیسات رو تخریب بکنن، مگر اینکه بمب مینی بمب های اتمی استفاده بکنن برای تخریب این تأسیساتی که در 100 120 متری عمق زمین قرار گرفته. البته آمریکا مطرح میکنه که ما بمب های جدید سنگرشکن داریم، بمب هایی داریم که میتونه این تأسیسات هم نابود بکنه، ولی تا به حال این بمب های سنگرشکن در اختیار اسرائیل قرار نگرفته. و حتی در سال 2008 موقعی که اولمرت و وزیر دفاعش آقای اهود بارک از آمریکا از جورج دبلیو بوش خواستن که بمب های سنگرشکن در اختیار اونها بذاره برای حمله به تأسیسات اتمی ایران، جورج دبلیو بوش نپذیرفت. دلیلش هم این بود که پنتاگون نپذیرفته بود. پنتاگون و جنرال های پنتاگون معتقد بودن که با اون بمب ها هم نمیتونن در واقع موازه زیر کوههای جمهوری اسلامی را تخریب بکنن. یک مسئله دیگری که بسیار اهمیت داره، نه تنها جنرال های پنتاگون، بلکه جنرال های اسرائیلی و رئیس سازمان موساد اسرائیل در سال 2010 مئیر داگان هم حاضر به جنگی با ایران نبود. در سال 2010 با آمدن آقای نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل، یک نشستی بین جنرال های اسرائیل و دولتمندان اسرائیل در مرکز موساد ترتیب داده شد و در این مرکز موساد آقای نتانیاهو و وزیر دفاعش آقای اهود بارک خواستار این بودند که به ایران حمله نظامی بکنند. بزرگترین مخالفین جنرال های ارتش اسرائیل بودند و مئیر داگان رئیس موساد بود که میگفت با این حمله ما کاری نمیتونیم انجام بدیم و خطر بزرگی برای موجودیت اسرائیل به وجود میاد. یعنی شما تا امروز موقعی که دقت بکنید متوجه میشیم که اسرائیل بعد استراتژیک نداره، ولی ایران بعد استراتژیک داره. کشور پهناوری است و مضاف بر اون تمام تأسیسات اتمی ایران زیر کوه هاست. حالا سوال اینه که اسرائیل اگه بخواد حمله ای به ایران بکنه باید چه کار بکنه؟ حملش اینه، یا باید مستقیما حمله بکنه، یعنی از داخل کشور اسرائیل با بمب افکنای F-35ش به داخل ایران حمله بکنه که چنین امکانی را یک بار میتونه داشته باشه.
یا دو بار میتونه داشته باشه، ولی نمیتونه به طور سیستماتیک مواضع تاسیسات یا تاسیسات اتمی ایران رو نابود بکنه و در مدت کمی ایران دوباره به بازسازی این تاسیسات اتمی خواهد برداخت. و مطلب دومی که مطرح است اینه که در واقع اسرائیل باید برای حتی عبور F-35 بمب‌افکن‌هاش از کشورهای دیگه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، مصر و حتی ترکیه بخواد که از آسمان اینا پرواز بکنه. ولی با شرایط کنونی جهان و اینکه در واقع ایران تمام این کشورها رو تهدید به موشک پراکنی میکنه و تهدید میکنه که من به طور مثال امارات متحده عربی را در مدت کمی تخریب خواهم کرد، و باید به این مطلب آقای بهوانی اشاره بکنیم، یعنی در واقع ما داریم یک تحلیل واقعی از مسائل میکنیم. این به هیچ ترتیب به این نتیجه نباید برسیم که صحبت‌های امروز من اینه که من میخوام از تأسیسات موشکی ایران در واقع صحبت کرده باشم، ولی واقعیت اینه که ما میدونیم در زمانی بود که ایران پهپاد آمریکا را در تنگه هرمز، آسمان تنگه هرمز سرنگون کرد، ولی آقای دونالد ترامپ حمله به ایران نکرد. ما میدونیم در سال 2019 20 پهپاد ایرانی و موشک‌های نقطه زن ایرانی در واقع پالایشگاه‌های بزرگ عربستان سعودی را با آتش کشیدند. گرچه آمریکا اعلام کرد که ایران اعلان جنگ کرده برای ما، ولی آقای ترامپ جنگی را شروع نکرد. این واقعیت است. امروز کشورهای عربی، امارات متحده عربی و عربستان هم متوجه شدن که آمریکا خواهان جنگی نیست. اگه اونها بخوان اجازه به اسرائیل بدن که از آسمان اونها استفاده بکنه یا از پایگاه‌های اونها استفاده بکنه، خطر بزرگی برای موجودیت عربستان سعودی و امارات و بحرین و کشورهای دیگه خواهد بود و حتی برای آذربایجان. پس بنابراین اسرائیل نمیتونه رو کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کشورهای دیگه حساب باز بکنه برای حمله احتمالی نظامی به جمهوری اسلامی. اینها در واقع اینو نخواهند پذیرفت. در این مورد شکی به نظر من وجود نداره. آذربایجان هم با اینکه در کنار اسرائیل و پایگاه‌های زیادی به اسرائیل داده، چنین کاری رو نخواهد کرد. یعنی این خطر بزرگی برای آذربایجان هم خواهد بود که آذربایجان در همسایگی ایران اصلا موجودیتش به خطر بیافته. میتونیم در این مورد صحبت بکنیم که آیا ایران در واقع این قدرت نظامی رو داره که بتونه چنین کاری بکنه، یا حملات اسرائیل باعث این خواهد شد که در همون ساعت‌های اول تمام تأسیسات نظامی و رادارهای ایران از بین برن و تأسیسات موشکی از بین بره. من اشاره کردم با فاصله زیادی که اسرائیل با ایران داره، اسرائیل میتونه یکی دو بار فقط حمله بکنه. به طور سیستماتیک آن کاری را که در واقع آمریکا در عراق کرد و یا در افغانستان کرد، اسرائیل نمیتونه چنین کاری بکنه. پس بنابراین اسرائیل قادر نخواهد بود حمله سیستماتیک بکنه و تمام مواضع تأسیسات اتمی یا تأسیسات نظامی و موشکی ایران از بین ببره، و این خطر حمله ایران به اسرائیل بسیار زیاد خواهد بود. و در این صورت از اونجایی که اسرائیل بُعد استراتژیک نداره، خطری برای موجودیت اسرائیل خواهد بود. و به این مطلب اشاره بکنم که بعضی از سیاستمداران و حتی نظامیان جنرال های اسرائیل مطرح میکنن که ما پایگاه در واقع راپتور اتمی عراق در سال 1981 تخریب کردیم و راپتور اتمی سوریه رو در سال 2007 تخریب کردیم. یعنی به یک بار حمله و با حمله فقط چند بمب‌افکن موفق شدن چنین تأسیساتی را در عراق 1981 و در سوریه از می ببرند، ولی در ایران شرایط کاملا فرق میکنه. من یک مثال دیگری براتون بزنم آقای بهبهانی، و اون اینه که در واقع در سالهای 1980 اسرائیل خواهان حمله به تأسیسات اتمی پاکستان بود، و از اونجایی که فاصله اسرائیل تا پاکستان چندین هزار کیلومتر بود، با نشستی که با ایندیرا گاندی سازمان های امنیتی اسرائیل داشتن، قرار بر این شد که اسرائیل و هندوستان در واقع همکاری مشترکی بکنند و
هندوستان پایگاه نظامی در به اسرائیل در اختیار بذاره و از پایگاه نظامی هندوستان به تأسیسات اتمی پاکستان حمله بشه. ولی خب دولت پاکستان اینو متوجه شد و هندوستان رو تهدید به تخریب شهر چندین میلیونی بمبئی کرد و ما میدونیم اون برنامه در واقع با شکست روبرو شد. و من امروز اینو مطرح میکنم یه بار دیگه، سوال من اینه که آیا اسرائیل و سوالی که شما کردید جنگی را شروع خواهد کرد و با ما با مشکلات و بحرانهایی که وجود داره و مشکلات بزرگی را که در راه حمله نظامی اسرائیل به ایران مطرح کردم، من معتقدم که اسرائیل به تنهایی چنین حمله ای را نخواهد کرد و حتی سیاستمداران اسرائیل امروز مطرح میکنند که ما توافق اتمی و آن چیزی را که آمریکا به پذیره میپذیریم. همین چند روز پیش نماینده اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد آقای آردان مطرح کرد که ما آن چیزی رو که آمریکا در توافق اتمی با ایران بپذیره ما اینو خواهیم پذیرفت. یعنی در واقع نشون دهنده این واقعیت که اسرائیل به تنهایی حمله نظامی به ایران نخواهد کرد و این در واقع پاسخی است به سوال شما. و من سعی کردم یک دلیل منطقی و یک تحلیل واقعی از منطقه ارائه بدم، نه اینکه بخوام در اینجا نقش این کشور و اون کشور و نقش نظامی این کشور یا قدرت نظامی این کشور و اون کشور را برجسته کرده باشم. اصلا چنین نظری نداشتم. بله، ما هم به هم داری از شما تشکر میکنیم و سپاسگزاریم. خب بر این موضوع همه اذعان دارن، اما یه موضوعی که من باور دارم و اون اینه که جنگ اساساً یعنی چی؟ وقتی ما راجع به جنگ حرف میزنیم معنا مفهومش چیه؟ جنگ یعنی یه آثار، یعنی یه چیزی که ما اثرش رو ببینیم. خب آثار جنگ فقر است، فساد است، فحشا است. ما الان 40 سال اسیر فقر و فساد و فحشا هستیم، پس بنابراین ما جلو جلو وارد در یه جنگ هستیم. اینجور نیست که ما بیرون جنگ باشیم. متاسفانه نابخردی این مسئولان نظام جمهوری اسلامی شرایط رو به این نقطه رسونده که ما امروز باهاش روبرو هستیم و همینه. یعنی اینکه اسرائیلیا بدون همکاری اروپا، آمریکا هرگز وارد جنگ نمیشن. یه مشکلی که اینا برای خودشون در نظر میگیرن مثلا عواقب اونه و اینکه عده زیادی ایران رو ترک خواهند کرد در اثر جنگ، بنابراین مشکل پناهنده خواهند داشت. ولی اون چیزی که خود جمهوری اسلامی بهش اعتراف میکنه اینه که شرایطی که به وجود آورده ایران رو وارد یه فاز خوشحالی میکنه که اون وقت 50 میلیون مجبورن ایران رو ترک کنن. بنابراین قبل از اینکه به اون نقطه برسن اینا بایستی که برای این مسئله فکری اساسی بکنه. بازم از شما ممنون آقا، سپاسگزار از همه مهرت و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما آقای دانی، سپاسگزارم. بدرود. تشکر میکنم. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای دانش نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت هم بهره ببرن. بازم از شما ممنون و سپاسگزارم. متشکرم.